سلام دوستان عزیز، به پادکست ماجراجویی های عشق در کوچه های کابل خوش آمدید. امروز یک داستان شیرین و هیجان انگیز درباره عشق دو نوجوان در قلب کابل، جایی که کوچه های قدیمی و دیوارهای خشتی هنوز داستان های بسیاری از گذشته را در دل خود نگه داشتند. پس اگر آماده اید، بیایید با هم به کوچه و پس کوچه های کابل زیبا سفر کنیم. در قلب کابل، جایی که کوچه های قدیمی و دیوارهای خشتی هنوز داستان های بسیار از گذشته را در دل خود نگه داشتند، دو نوجوان زندگی میکردند. مریم و فرهاد. مریم دختری بود با چشمان درخشان و لبخندی که همیشه بر لبانش بود. او در خانواده ساده اما گرم و صمیمی بزرگ شده بود. هر روز صبح به مدرسه میرفت و عصرها در حیات خانهشان با گلهای روز قرمز بازی میکرد. فرهاد پسر باهوش و سختگوشی بود که در همان محله زندگی میکرد. او عاشق کتاب خواندن و شعرهای قدیمی فارسی بود. همیشه در حال فکر کردن به چیزهای عمیق و بزرگ بود. خانواده‌اش مغازه کوچکی داشتند که فرهاد بعد از مدرسه به پدرش در آنجا کمک میکرد. مریم و فرهاد از دوران کودکی یکدیگر را می شناختند. هر روز که مریم از مدرسه برمیگشت، فرهاد را در حال کار در مغازه پدرش می دید. آنها همیشه به همدیگر لبخند می زدند و احوال پرسی می کردند، اما هیچگاه فرصتی برای صحبت‌های طولانی نداشتند. یک روز که مریم از مدرسه برمیگشت، کتابی در دست داشت که به نظر می رسید بسیار سنگین است. وقتی به نزدیکی مغازه فرهاد رسید، کتاب از دستش افتاد و چندین صفحه روی زمین پخش شد. فرهاد سریعاً به کمرش آمد و کتابها را جمع کرد. فرهاد با لبخند گفت: سلام مریم، این کتاب را از کجا گرفتی؟ به نظر خیلی جالبه. مریم که کمی خجالت زده بود، پاسخ داد: سلام فرهاد، از کتابخانه گرفتم، کتاب درباره شعرهای مولاناست. چشمان فرهاد برق زد: مولانا؟ من عاشق شعرهای مولانا هستم، میتونم نگاهی برش پرتم؟ مریم لبخند زد و کتاب را به فرهاد داد. این شروعی بود برای گفتگوهای طولانی و شیرین بین آنها. هر روز بعد از مدرسه مریم به مغازه فرهاد می آمد و آنها درباره شعر، داستان و رویاهایشان صحبت می کردند. روز به روز دوستیهایشان عمیق‌تر شد و عشق بی صدایی در دل هر دو شکل گرفت. کابل با همه چالش‌هایش برای مریم و فرهاد به مکان خاص تبدیل شده بود. جایی که هر کوچه و دیوار خاطره از نگاه ها و لبخند های آنها داشت. عشق آنها در این شهر قدیمی مانند شعری زیبا و بی‌انتها بود که هیچ چیز نمی توانست آن را از بین ببرد. اما شرایط زندگی همیشه ساده نبود. خانواده هایشان از این رابطه بخبر بودند و نگرانی های درباره آینده مریم و فرهاد داشتند. اما آنها تصمیم گرفتند که عشقشان را با صبر و احترام حفظ کنند. هر دو می دانستند که برای رسیدن به یکدیگر باید شجاعت و پایداری داشته باشند. روزها گذشت و عشق مریم و فرهاد قوی تر شد. در نهایت با کمک دوستان و خانواده، آنها توانستند در کنار هم قرار بگیرند و عشقشان را به رسمیت بشناسند. کابل با همه داستانها و تاریخش شاهد یک داستان عاشقانه دیگر شد. داستانی که نشان داد عشق می تواند در میان سختی ها و چالش ها نیز رشد کند و به یک نیروی بزرگ و ماندگار تبدیل شود.